عرض سلام و ادب خدمت تمام دوستان و یک دوست خود را با خود دارم که از یک چند سوال پرسان میکنیم. آیا شما گفته میتونید که اسم شما چیست، از کجا هستید و سن شما چند است؟ به نام خدا و با عرض سلام، سلام عرض میکنم خدمت تمام بیننده های عزیز. اسم هست خوشدل حلیزاده و یک تن از دانش آموزان در این استقبال یک کافی جوان و من شخصا از ولایت بلخ هستم و میخوانم در این استقبال تدریس بکنم، درس بخونم و همچنان من متعلم صنف 11 هستم در مکتب لیسه شهید عبدالعلی مزاری و فعلا در بعضی کورس‌های دیگه هم من حیث یک دانش آموز و همچنان من حیث یک مسئول کار میکنم که البته در کارده نوزدان من حیث مسئول تیم صحیح در اینجا یفای وظیفه میکنم. خب شما در مورد کشورتان چی نظر دارم؟ ما در مورد کشور خودتون نظر داریم که باید در کشور مترقی و خود پیشرفته داشته باشیم. به این علت هر کشور و هر مملکت میخواد که باید دارای یک ملت پیشرفته با فهم و یک ملت باسوادی داشته باشند. هم متاسفانه فعلا در افغانستان قسم که دیده میشه افغانستان خودها عقب مانده هست و مردم افغانستان بیشتر فقیر و در بیچارگی قرار دارند و بیسوادی باعث شده تا اینکه کشور عزیز ما افغانستان عقب مانده بسازد و نظر ما هی است که افغانستان باید دارای افراد مترقی باشند، دارای اشخاصی باشند که همه باسواد باشند، همه از همو کار و استعدادی که دارند باشند فعالیت بکنند توسط یک کار خود، نه اینکه متکی به دیگران باشد و اینکه دیگران اما هر کس باید تلاش بکنه، کار بکنه تا خودش مسئولیت امو خانوادی را به دوش داره باید داره از خودش کار باید داره و در این مورد امو کسی که مثال نقش اساسی را در این مملکت داره او باید تصمیمهای خاطر بگیره در این مورد تا اینکه کشور خود را با حس پیشرفت کشور خود شود، نه اینکه کسی نخواهیست که مسئول در کشور باش هم هیچ نظر و هیچ کارکردهای در مورد و امورات دولت خود باید در مورد همون کشور خود داشته باشد. آیا شما گفته میتونید که ما چطور میتونیم که کشور خود را ترقی بدهیم؟ ترقی زمانی که ما بخواهیم کشور خود را ترقی بدهیم و با حس پیشرفت کشور شویم، در حقیقت باید کسانی که سپورت کننده نسل جوان هستند اونا باید توجه خاصی در مورد نسل جوان داشته باشند، به خاطر که سرنوشت ساز یک مملکت یا یک کشور به مدست اون نوجوانانی هستند که در حقیقت مانند اون نهالانی هستند که بر هر طرفی که ما صحبتیم اون طرف روان میشه و تو این که اونا کمک بکنن تو این جوانانی که با حس پیشرفت ترقی یک کشور میشه اونا رو باید سپورت بکنه و حمایت بکنه تا اینا بتونه که افغانستان یا یک کشوری که در دست اونا هست با دوره باعث پیشرفت ترقی و کشور شود. دوست عزیز شما گفته میتونیم که قهرمان مورد نظر شما کدام است؟ قهرمان مورد نظر از ما از دیدگاه از ما حامد کرزی قهرمان مورد نظر از ما است و ما میخواهیم که باید همیشه وقت حمایت و همچنان گفتنهای پشتیبانی خود از حامد کرزی ایران بکنیم، به خاطر که ما ایرا پیشقدم دانستیم تا اینکه ما اگر انتخاب بکنیم در انتخابات اگر این بریده شود با حس پیشرفت به طریقه یعنی ملت مردم افغانستان خواهد بود و فعلا ما به ملت پشتیبانی خود از اعلان میکنیم و عمو مورد نظر ما میباشن تا اینکه برای مردم افغانستان کمک بکنند و به ملت تا اینکه یک رهبری بزرگ یا یک رهبری کلان که در سطح یک چیزی وجود داره یا مسئول یا میداره چی یک محلی میباشد تا مسئول خودش حمایت یا کار خود به دو خود نگیرند دیگران از او سلحنگاری کرده و کار خود به درستی و دقت پیش برده نمیتواند. پس به این لحاظ ما تقاضای ما از حامد کرده است که برای مردم افغانستان کوشش بکنند، برای کسایی که فقیر هستند از حالت اونا خبر شوند که در چه حالتهای زندگی میکنند. اگر شاید بعضی مردمایی هم در افغانستان وجود داشته باشند که در ظرف یک هفته یا یک ماه بعد موتورهای خود را تبدیل کرده دیگه موتورهای مدل جدید به خود خریداری میکنند و بعضی مردمایی هستند که شاید در یه مدت یک روز شاید یک وقت نان بخورند و دیگه وقت هم غذا هم کافی نداشته باشند.